دکتر سایبای محترم محسلین گرامی در خدمت شما باز من موساد آوری از دنمارک قرار دارم و با به سلسله موضوعات رادیولوژیک خواستم کیس ها را نیز شامل این موضوعات بسازم به این خاطر یک کیس جالبه که چند روز پیش بایش مواجه بودم ای رو می برای شما اینجا نشان بدم کیس مربوط به خانم 24 ساله هست که با یک درد غیر وصفی شکم مراجعه کرده از طرف دکتر سب داخله بر اولتراساوند و می بینیم که در ای ماینات ما ازی چی نشان داده و چی میتر و چه قسم ما به تشخیص قطعی مریض می رسیم. قرار گفتم خانم 24 ساله با شکایت درد شکم نزد دکتر صاحب داخل همه دکتر صاحب داخل همه بینه که درد شکم از این غیر وصفی است به شکل مقطعی است و این مریض به اولتراسان راجع میکنه البته تستای خون مریض و شمول تست وظیفه جگر نارمل است و کدام مشکل خاص را نشان نمیده نزد مریض اجرا میشه راپور اولتراساند طور که دیجه هست میتونین بخوانین ببینین که گفتن که جگر دارای ابعاد و سطح نارمل است یک تیش نارمل است جریان خون در ورید پورتال نارمل است شریان ورید کبدی دارای معجای نارمل است در سگمنت شش کبد یک خیال هایپریکوجن بدون سایه دیده میشه که یا 2.5 سانتی متر است فاقد سیگنال داپلر است کیسه صفرا دیواره نازک داره محتوی نداره کدام خیال یا یا با یا بدون سایه در دیده نمیشه طرق صفراوی نارمل قسمت رأس پانکراس گردن و قسمت های جسم پانکراس که قابل دید است کدام دریافت غیر نارمل نداره گرده ها همش نرمال است کدام مقدار مایی غیر نرمال در بطن دیده نمیشه شریان بطنی یا هر نرمال رحم و سارمان نرمال است در نتیجه میگن در داکر صاحب گفتن که دریافت خیال هایپریکوجن در قسمت سگمنت شش که به واسطه اولتراساوند ساده نمیتونیم او را زیادتر تشریح کنیم در دیده میشن. برای تشریح بیشترش نیاز است تا جگر با کانترست یا با استی اولتراساند یا با سی و یا امارای ماهی نشه این نتیجه زیر به دکتر سب مفرستن این در یک نمونه از امی خیال است که اینا مورد نظر قرار دادن. و ببینیم که یک خیال هایپریکو جند در قسمت سگمنت شش قبط قرار داره کدام سایه نداره و امی باید تعیین شود یا معلوم شود که چی است دکتر وقت نتیجه را میبینه تصمیم میگیره که مریض به سی تی امرای کانترست بفرسته مریض به سی تی کانترست میره و سی در مرحله پورتوبینال اجرا میشه چی قراره که هر سی تی کبت،, کبت هر سی تی بطنی در صورت که کداملت علت گفته نشه در مرحله پورتوبینش اجرا میشه چون در این مرحله ما اکثر عشای بطنی را و خوبی میتونیم ببینیم در این خیالی که پیش مریض موجود بود یا خیال هایپودنس است در قسمت سگمنت 6 به اندازه یک یا دو سانتی اینجا در این مرحله دیده شده و دکتر سه وقت راپور میته میگه که سی تی در فیز پورتو نل یا پورتو به یک خیال هایپودنس هست در سگمنت 6 به خاطر از یک سی تی در فاست فقط در یک فاز اجرا شده زیاد در موردش معلومات دادن نمیتونیم تشخیص تفریقیش میتونه از هیمانجیوم و سیست الا سرطان و یا میتاستازا باشه که نمیتونیم ای دو موضوع آخری را صد سطف رد کنیم مر دکتر صاحب وقتی که نتیجه را میبینه تصمیم میگیره که مریضه به یک امارای با کانترست بفرسته و در ایجه است که با یک رادیولوژیست دکتر در ارتباط میشه و تصمیم میگیره که کدام سکونس از دماریج اجرا شود یک ماینه مکمل جگر شامل سیکونس تی 2 تی 1 دیفیوژن همراه با EDC و مراحل گرفتن کانترست در وقت آرتریل وینل و دیلیت فیز می باشه در تی دو 2 ما اکثرا مایع آب و شهم سفید می بینیم در تی 1 خالی ما آب سیا می بینیم و شهم سفید می بینیم این عبارت از یک تیک دکسن با فت که هم فت ساتوریشن است که در ایجه هم کردن و شهم هم را کم کردن در دیفیوژن و ایدی که خیلی مهم است اگر ما دو خیال سفید ببینیم که در دیفیوژن در حدود اندازه بی 800 و ایدی هم خیال سفید برای ما و سیا نته یک نشان دهنده سلامت و خوبی امی فامو ساحه که مورد نظر ما هست می باشه در حالی که اگر ای ما سیاه و دیوی ما سفید باشه به با این مانا که اگر زکنال ای دی پایان بیان نشان دهنده رسترکشن است که دلالت به موضوع جدی تر می یعنی از متاستاز، و از تومور گرفته الا آبسه و موضوعات دیگه ایره به این موضوعات در کانترست میبینیم که همین لیژنی که مورد نظر ماست این مقابل کانترست در وقتهای مختلف چی تغییرات در به وجود آمده در شروع کانترست که در مرحله آرتریال است که 20 تا 25 ثانیه بعد از گرفتن کانترست دیده میشه یک اندازه کانترست در خود صاحب مورد نظر ما دیده شده در قسمت های نسج پرنشم کبدی کانترست نیست فقط در رگ ها است رگ با بخش شریانی در قسمت پورتووینس فیس که از تقریبا 60 تلا ثانیه بعد از گخز کانترست یخز میشه این جدیده میشه که مقدار کانترست در ساحی مربوط نظر ما زیادتر شده و در قسمت در وقتی که دیلیت شد یعنی اگر تقریبا دو دقیقه بعد از گرفتن کانترست چون از وجرات کبدی کانترست برآمده و در ساحه به حساب در برآمدن است اما در خود ساحه مورد نظر ما کنتراست زیاد دیده شده یعنی اگر اندازه بگیریم این اندازه شایسته است خود شده که در نتیجه نشان دهنده پولینگ کنتراست کنتراست پولینگ به شکل به حساب یا دوامدار است که خودش دلالت و حالت خاص یک من را میکنه و با در نظر داشته هایپر ایکویک لیژن اولتراساوند موجودیت سلامت و خوبی در دی و ای و دی سی همچنان خیال داشتن مقدار آب دی ای این نتیجه به ایمنجوم می انجامد. ای یک تومور سلیم رگا است که کدام خطر جدی را برای مریض پیش نمی کنه. البته باید گفت که علت دردای مریض موصوف دردای مربوط به حالت ماوار است که باید گرفتن تاریخچه بهتر و این تشخیص میرسه و مریض از سردرگومی که هست میبراید باید گفت که ماینات رادیولوژیک باید متناسب به نیاز مریض اجرا شود به خاطر از اینکه دریافت های ثانوی در ماینات رادیولوژیک خیلی زیاد است مریض به خاطر ماینی جگر میآید ما میبینیم که در گرده یک چیز دیگه است یا مشکل دیگه داره یا مثلا به می قسم نتایج دیگه در پالوی جدید همیشه که دکتر سعی باید وقتی که تصمیم میگیره با یک معاینه باید در ذهن خود همچنان از نظر دیفرنشیل دیاگنوزز و چه قسم با مریض رفتار شد و بعد از او یک اندازه باید آمادگی داشته باشه همچنان یک نقطه دیگه که مهم است باید دکتر در صورت که منظورم از دکتر داخله و جرایی همش در صورتی که نیاز به گرفتن ماینات ثانوی هست یعنی در صورتی که ماینه ابتدایی نتیجه بر امانت لازم است که بالاریولوژیست یا کسی که مسئول خواندن امی تصاویر است یک از هم کمک بخواهد تا در مورد طرق لازم به اون شکلی که باید لازم باید گرفته شود ماینه اجرا شود و همچنان دیگه ای که اگر همین کارا رو با نظر بگیریم ما کمک میکنیم تا مریض از سردرگمی تشویش و همچنان از نظر اقتصادی به مریض کمک میکنیم تا با ایواز دو الا سه الا چهار ماینه فقط در یک الا دو ماینه ما تا تشخیص ابتدایی خود برسیم و علت مشکل مریض باید پیدا کنیم ما از شما تشکر میکنم از اینکه شما حوصله کردین و اینقدر قدر وقت به ما دادین اگر شما کدام انتقاد پیشنهاد و همچنان موضوعی را داشتین که باید کور کنیم به ما میتونین بنویسین اگر تانستم برای شما آماده خود کردم شب روزتان خوش آباد باشین آرام باشین